5 مهر 1359 آیت الله خامنه ای عازم جبهه بود. اوائل جنگ من چون احساس کردم که نیروهای نظامی ما بسیار کم هستن و ضعیف هستن، برای اینکه بتوانیم همون عده نیروهایی که هستن رو رویه بدیم و افراد دیگه رو هم از مردم دعوت کنیم که حکومت کنن، من از امام اجازه گرفتم و رفتم جبهه. خلبان گفت به آسمان احواز رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی شد. نفس ها در سینه حبس شده بود. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و روی باند فرودگاه نشست. وقتی هواپیما متوقف شد، آیت الله سید علی خامنه ای از میان نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود. اهواز وقتی که فرود آمدیم، خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اون جور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش راه داره، تاریکی محض، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، همینطور تو این تاریکی کورمال کورمال آمدیم. و آن شب اولین شبی بود که آیت الله خامنه‌ای به خط مقدم جبهه رفت و به عنوان یک روحانی در لباسی جدید خدمت کرد. لباس نظامی بسیجی، یعنی لباس خار زرگوزی برای ما آوردن و پوشیدیم. این اولین باری بود من لباس نظامی بود. بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این روایتی است از زندگی آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 31 شهریور 1359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. آنجا منتظرش بودند، اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی. او را به اتاق جنگ بردند. داخل اتاق همه بودند. رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمعن اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن، همه دوستان ما. معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسوندن اونجا، فرماندهان نظامی. در همان لحظه خبر آمد که 10-12 فرودگاه دیگر کشور هم بمباران شده است. فضای جلسه پر از بحث بود. آیت الله خامنه ای از فرمانده وقت نیروی هوایی سرنگ فکوری پرسید که چرا پدافند هیچ اقدامی نکرده است؟ هواپیماهای دشمن نباید اجازه پیدا می‌کردند تا تهران بیایند بدون اینکه رهگیری شوند. من وقتی که وارد شدم تو اون سالن، یه اتاق بزرگی بود که میزی در وسطش بود و دور اون میز همه جمع شده بودند و یه نفر بهشون توضیح میداد و اینها، مرحوم فکوری همچی خورد جلو من. بهش گفتم که آقای فکوری، پس کو پدافنداتون؟ توقع نداشت که حالا من همچی لدل ورود بپرسم، که واقعا هم برای من خیلی جای سوال بود که هواپیمای عراقی بتونه از مرز تا اینجا بیاد، پدافند ما هیچ عکس العملی نشون نده. فکوری پاسخی نداشت. در آن لحظات همه فرماندهان نگران بودند. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی مردم بیشتر است. اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد.
هم از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند تا به قلم خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند. آمدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو و اونجا دیگه، یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یه جایی پیدا کنیم نبود. راهرو و اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست‌نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست‌نشانده را تحمل نمی‌کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله. این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. این حرفیست که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدونیم که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشد. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایع سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروز هم آقای رئیس جمهور آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا. واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. یک مهر 1359 حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده ایرانی تحت فرمانده سرنگ فکوری در عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کردند. آیت الله خامنه‌ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند. من رفتم مجلس، چون من نماینده مجلس بودم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رفتم مجلس، از من خواستن که یه گزارشی من بدن. بنده اونچه که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح 3 فروند میگه عراقی سرنگون شده. این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود. تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران 140 فروند. که برای نماینده ها خیلی جالب بود. و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردند چیزی شبیه معجزه است، یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود
و بقیه آمدند، منتها پایگاه دزفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دزفول پرواز کرده بودند نتوانستند دزفول بنشینند و به جاهای متفرقی رفتند و نشستند. اما سطحی فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش و سرنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی خبرهای بدی هم داشتند. آیت الله خامنه‌ای گفته بودند که ادامه این عملیات هوایی حداکثر تا 30 روز دیگر ممکن است و بعد از آن همه هواپیمای ایرانی یکی یکی زمینگیر می شوند. گزارش‌هایی که به فکوری داده بودند می گفت که تمام این هواپیماها که پیش از انقلاب با تکنیسیان‌های آمریکایی نگهداری می شد در زمان جنگ به سرعت از دور خارج می شوند و به خاطر دشمنی‌های آمریکا امکان خرید قطعات یدکی هم وجود نخواهد داشت. قرار شد آیت الله خامنه‌ای این خبر را به امام برساند. امام اما در برابر این خبر بسیار خونسرد بود و به آرامی اعلام کرد که مشکلی پیش نخواهد آمد و بچه های نیروی هوایی بعد از این 30 روز هم خواهند توانست به پرواز ادامه بدهند. اطمینان امام دل آیت الله خامنه‌ای را هم قرص کرد. در این لحظات حساس، کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس می کند. طیب سلیم، رئیس شورای امنیت سازمان ملل به نام اعضای این شورا از دو طرف می خواهد جنگ را تمام کند. حبیب شتی، دبیر کل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری می کند. هیچ کدام به روی خودشان نمی آورند که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است. در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران، در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن درآمد. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه‌گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند. آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم. به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند. آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت. شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند، و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز می کنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت. سرانجام روز 5 مهر ماه از راه رسید. امکانات و توانایی های نظامی ایران. ساعت 9 صبح بنی صدر به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد. بعض جبهه ها موقعیت اونها، او گفت حداکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها 1 هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف 1 روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 به تهران بیاید، با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت که حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود، مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود تا
که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد. رفتن به جبهه. برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد. رفتم خدمت امام، رفتم اونجا، دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه آمده بود، برای این قضیه نیومده. یه قدی صحبت جنگ شد و مسائل گفتیم اینا، من بعد به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی ندارم. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردن. من خیلی خوشحال شدم، همچنین باورم نمیومد که این زود. با دیدن این صحنه چمران نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شود. وقتی که امام اینجوری موافقت کردن، آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم. بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت، به خانه. در طی ساعت آینده می‌خواست به جبهه جنگ برود، جایی که می‌توانست نقطه‌ای بدون بازگشت باشد. مطمئن بودم که بر نمی‌گردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمی‌گردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه‌ها رو که نگاه می‌کردم با نظر وداع بود، یعنی فکر می‌کردم که دیگه رفتیم، دیگه من نخواهم دیدیم. بعضی از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه او بروند. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به آنجا رسیدن محافظت از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. همراه پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدودا 50 نفری هم بودند. همگی داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از باند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاهان روز در تاریکی مطلق روی باند فرودگاه اهواز فرود آمدند. و سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر زرهی اهواز بود. لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکا معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به اهواز به قلب خوزستان فقط 12 کیلومتر فاصله دارد. اگر اهواز سقوط میکرد خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه‌ای که آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه احساس میکرد سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. باید تصمیماتی گرفته میشد. چمران هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو برود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه چمران آمده بودند آماده شدند. در همان لحظات بود که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت او هم همراه چمران به سمت تانک‌های دشمن برود. وقتی که بنا شد که برم بزنم، رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم و اون لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچ شدیم نظامی. در آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه‌ای همراه با نیروهای چمران به خط مقدم رفت. در تاریک شب تا یک جایی پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می‌رفتند. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می شود. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارند. چمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 اهواز رسیدند صبح شده بود. ارتشی ها با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودند و هم روحیه گرفتند. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای آمدند. اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب اهواز آب می‌انداخت، حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق بود و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای و چمران تا
تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه اندازی کردند. نیروهای مردمی و اشایر از سراسر کشور در این ستاد نام نویسی می‌کردند تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شوند. گروه‌های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج اشایر برای حمله بزرگ آماده می‌شوند. اما نظم بخشیدن به روال کار این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه‌ای، سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشته شد. روز هفتم مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به اهواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت. و دشمن حالا در هفتم مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتری اهواز برسند. دیگر انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای اهوازی مردند. این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر کرد. 8 مهر ماه رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از دو جهت شرق و غرب کرخکور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. هر زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخ ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو نشست. اما تانک‌های دشمن به گل نشسته بودند. با فرا رسیدن شب یک گروه 40 نفر از بچه‌های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیور اصلی بود. قیور اصلی از مذهبی‌های ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب، قیور اصلی و بقیه بچه‌های سپاه می‌دانستند که تانک‌های دشمن قدرت حرکت را از دست دادند و حالا وقت شکار رسیده است. تا صبح تانک‌های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می افتادند. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است. ما در منطقه‌ای هستیم که تانک‌های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشورمان افتاده و ما در طی راه که می اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می بردن و چندین تانک آتش گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن. و در طی مسیرمون همکنون چندین تانک اینجا هستش که در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز را میکوبیدن ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمامشون اینجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون را به غنیمت دارن میبرن. بینندگان ارجمند، این نیز دو تانک از تانک های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما در آمده است. این صدای اشایر عرب‌های رزمنده ما. آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت. تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اینا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی، پلیز نظامی یه قبا میپوشیدم و عمامه سر میذاشتم و میامدم تهران. چکمه هم پام بود. از این به بعد بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عزیمت مداوم بین اهواز و تهران. از اهواز که مثلا من میامدم موقعی که اهواز بودم مستقیم میرفتم از فرودگاه یک سره میرفتم جماران، میرفتم با امام ملاقات میکردم، صحبت میکردم، وقت نمیگرفتم. اون چی که به نظرم میامد که باید به امام بگم میگفت. این کارا رو کردیم، این کارا رو میکنن، این چیزای خوب وجود داره، این چیزای بد وجود داره. یه چیزایی رو به ذهنم بود به امام میگفتم، امام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن، نظری میدادن. یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود. دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد.
اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون در جداری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر، در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش میستد و نماز شب میخواند، چیزی که من به چشم خودم دیدم این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست. اما در تهران مشکلاتی در کار بود. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. آنم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در طی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و چمران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کارهایی می شود. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همون روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشند نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودش هم با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. ستاد جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی بود. گروه‌های مردمی ریز و درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند. و هیچ وجهم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم. پای وطنمون. شما بچه‌هاتون هم هستن؟ بله خودم هستم، بچه‌هام هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم. برای چی موندی تو شهر؟ که کمک کنیم به مردم. کسایی که موندن. چیکار می‌کنی تو؟ چه کمک هستی دادی؟ چیزایی که گیرمون میاد نباید خودمون تنو بخوریم، باید زیاش هم بدیم به مردم. مدرسه تعطیل شده؟ مدرسه هم بله. چرا به جوانامون که اینجا ماندن بیان ای علی کی وایسن و برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصله بشون نمیدن برن جایی؟ تو دلت میخواست بری؟ بله من حاضرم همین حالا اصله بم برم برم جایی. دلت نمیخواست از شهر بری تو؟ نه. برای چی میمون؟ کمک کنم به مردم. برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد. یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز میخوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. تو اتاق من داشتم نماز میخوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکردم یه مثلا درجه داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. یک مردی دیدم اونجا داره ترکی صحبت میکنه با زن بچهش با تهران. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که گجه گدجا و گناخلقا، امشب میخوام برم مهمانی، گناخلقا گدجا میخوام برم. منظورش این بود که میره. بله فهمیدم که امشب عملیات میخوام برن. این داشت با خانوادهش در واقع به زبان نه چندان مضطرب کننده خداحافظی میکرد. اگه بر نگشتم خلاصه بچه های ما اینا برسید بهشون. خیلی من منقلب شدم، دیدم این طوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه؟ گفتن این حاج صدیق عبدالله زاده است، کسبه بازار بود، بعدم شهید شد. خوشحال
این تصویر که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند، این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می زد. اما بنی‌صدر با این حال و هوا ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت می شد. روز 22 مهر ماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنی‌صدر در دسفول آمدند. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدند بنی‌صدر عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصی بنی‌صدر در همین ساعت در منطقه کرخه در حال انجام بود. سرتیب ظاهر نژاد فرمانده نیروی زمینی شخصا فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی رسید. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی این عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصا به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است. این عکس با کلاه خود نظامی یادگاری از حضور آیت الله خامنه‌ای در این عملیات بود. چند تا عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکسو گرفتیم، رفته بودیم بازدید. خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود. اما بنی‌صدر عملیات دومی را هم طراحی کرده بود. این عملیات یک هفته بعد روز شنبه 3 آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. با این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود. این نامه رو بنده به آقای بنی‌صدر نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. 9. در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانک ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانک دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانک ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورد. این هشدار را آیت الله خامنه‌ای در روز 3 آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرستاد. اما بنی‌صدر توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر شد. استراتژی بنی‌صدر این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیش روی کند، اما ما زمان کافی برای تشدید قوا و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیش روی داد، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنی‌صدر به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف می شود. هرچند مدیریت بنی‌صدر در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه‌ای شخصاً با نیروهای نظامی گفتگو می کرد و تلاش می کرد تا وضعیت جبهه ها را بهبود ببخشد. همدران عزیز، در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگو داشته باشیم. من در اینجا از آقای خامنه‌ای می خواهم که برای شما همدران عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست.
اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارن بر روی هم آتش اجرا میکنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به حمدالله همشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیرت به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن. آیت الله خامنه‌ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم میکرد و میکوشی نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول در آمده بود. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند. زنها کار میکردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه میکردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی همکیشان خودشان را آورده بودند و هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست میگرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات رو از دل آیت الله خامنه ای میزدود. واقعا کمک میکردن مردم، همه کمک میکردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام میکرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت. این صحنه ها خبر از ایمان مردم به انقلاب و امام میداد. صد دستگاه تهران پاس عازم جبه ایم. اگه ماشینامو بسوزه و خودمون هم بمیریم برای امام اصلا مسئله ای نیست برامون. البته در لابلای همین لحظه ها لحظه‌های بعدی هم بود. یه ادام ابته از این پایین ها دائم مثل اینکه توی فضای آزادی، مثلا وقتی این فضای لطیف، هوای لطیف یک ییلاقی روستایی، یه نفرم اونجا مثلا اگزوز یه ماشین روشن کنه همینطور مرتب دود و گاز بده بیرون. این دستگاه بنی صدر رو مجموعه مخالفین و نهضت آزادی و روزنامه میزان و اینا همین کار این اگزوزه میکردن. یعنی واقعا دائم تو این فضای معطر باصفای معنوی که بر اثر جنگ و این وحدت معنوی داره شده، دائم همینطور اینا هوای آلوده و کثیف سیاست بازی و سیاست کاری رو راه می‌دهد. در یک نمونه دیگر، اعضای گروهک منافقین آمده بودند و می‌خواستند از آیت الله خامنه ای اجازه بگیرند تا برای خودشان دفتر و دستک جداگانه داشته باشند. هر کاری می‌کنند با نام و آرم گروهک خودشان انجام دهند. ما گفتیم به اینا که شما تابلو رو بردارید، حل بشید توی این باشید، مثل بقیه که هستن. شما هم برید باشید، شهید بشید، بکشید، کشته بشید. اما با این اتحاد نیروهای مسلح رو به هم نزنید. شما میخواهید اتحاد نیروهای مسلح رو به هم بزنید. کمی بعد خبر رسید سوسنگه در خطر سقوط قرار گرفته است. 23 آبان سرهنگ سلیمی از اهواز تماس گرفت. عصری بود روز 23 اینه دقیق یادمه. علتش این است که این خاطره رو من دو سه روز بعد از این حادثه آمدم نشستم کنار و نوشتم اول تا آخر. سلیمی میگفت دشمن به سوسنگرد حمله کرده و خطر سقوط آن قریب الوقوع است. سرهنگ سلیمی ایشون رئیس ستاد و اون ستاد جنگ‌های نامنظم بود، یعنی فرمانده بر اون شهید چمران بود، ایشون رئیس ستاد بود در اونجا و خب آدم خیلی کارآمد و خوبی هم بود و به درد می‌خورد و در عملیات هم شرکت می‌کرد. ایشون تلفن کرد به من با اضطراب که سوسنگرد به شدت زیر فشاره و آتش فراوانی هست، بچه‌ها استمداد می‌کنن و یک کاری هم قرار بود قبلا انجام بگیره انجام نگرفته. آقای خامنه‌ای به شورای عالی دفاع رفت و از بنی صدر پرسید که آیا از وضعیت سوسنگرد خبر دارد؟ بنی صدر گفت من دنبال این قضیه هستم و میرم دنبالش و نگران نباشید. بعدم زودتر جلسه رو تمام کردیم که ایشون بره دنبال این کار. من دیگه خاطرم جمع شد. این روز جمعه بود. بنی صدر خبر داشت و میگفت یک ضد حمله تدارک دیده است. آیت الله خامنه‌ای یک شنبه 25 آبان شخصاً به اهواز رفت. به مجردی که وارد اهواز شدم رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و این بچه‌هایی که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدیم گفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من با خودم تعارف شد. گفتم که پس بریم یه کاری بکنیم. تنها نیروهایی که از سوسنگرد دفاع می‌کردند 20 نفر پرسنل نیروی هوایی و تعدادی از بچه‌های سپاه و جنگ‌های نامنظم بودند. من مطرح کردم که اگر
شهر رو بگیرن، این بچه‌ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه‌ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، برای خاطر که شهر رو ما دوباره خواهیم گرفت، اما بچه‌ها رو دیگه به دست نمیاریم و یه فکری بکنیم. هر لحظه ممکن بود این رزمنده‌ها در محاصره دشمن از دست برود. که بچه‌های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده بود. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز، تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم، اما سوپرمارکت های خود شهر که مال مردم هست و مردم درش بسن رفتن چیزایی داره و ما بعضی‌ها میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم و راضی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه به اینا گفت. یعنی دست نزده بودن، خیلی چیز جالبی بود. یه مش افسر جوان هوایی ارتشی که حالا بگو گوشنمونه مال خودمونه مثلا، اصلا دست نزده بودن تا من گفتم برن استفاده کنن، برن بخورن، اجازه دادیم اون وقت رفتن برای قدم استفاده کنن. همان شب سپاه و نیروهای شهید چمران تصمیم به انجام عملیات برای شکست حصر سوسنگرد گرفتن. قرار شد تیپ دوم لشکر زرهی خوزستان در این عملیات حضور داشته باشد. توپخانه باید پشتیبانی میکرد و تیپ دوی لشکر 92 اهواز هم باید پای کار میامد. ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فورا رفتم برای اون چمران رو پیدا کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد و خیلی هم خوشحال شد ایشون. این اولین همکاری گسترده همه نیروها در یک عملیات بود و تا این لحظه سرنوشت ساز فقط چند ساعت مانده بود.